بخشی از دنیا همیشه شبیه به رازی برای ما پنهان است و دانشمندان همیشه در حال جستجو و کشف بخش‌های پنهان جهان هستند. دانشمندان جستجوگر هستند. پنهان بودن بخشی از زندگی است. اما یادمان باشد ما در رابطه‌هایمان با آدم‌ها اصلا نباید دانشمند باشیم. قرار است در هر شرایطی و در هر رابطه‌ای خودمان را کشف کنیم، نه دیگران را. هر چقدر بیشتر در رابطه‌هایمان دانشمند باشیم، بیشتر از قلب آدم‌ها دور می‌شویم و جستجو و فشار آوردن به هر نحوی آدم روبرویمان را مضطرب می‌کند و صمیمیت را کم می‌کند. درست است که ما گاهی متوجه می‌شویم یار ما یا دوست ما چیزی را پنهان می‌کند، اما این دانستن اصلاً به این معنا نیست که باید به روی آنها بیاوریم و آنها را تحت فشار قرار دهیم که متوجه این رفتارشان شوند. رابطه‌ها محل جستجو، آموزش و تذکر نیست. رابطه‌ها محل پذیرش و به وجود آوردن امنیت است. ما وارد رابطه‌ها می‌شویم که از فشارهای زندگیمان کم شود و دردهایمان را راحت‌تر تحمل کنیم. نه اینکه تحت فشار قرار بگیریم یا تحت بازپرسی و جستجوی روان و تحلیل‌های عمیق قرار بگیریم. به آدم‌ها اجازه ندهیم ما را تحلیل کنند و خودمان هم هیچ کس را مورد جستجو قرار ندهیم. آدم ها قرار نیست در رابطه هایشان دانشمند، فیلسوف و تحلیلگر باشند. آنچه ما باید به خودمان یادآوری کنیم این است که آدم ها برای امنیت و دوست داشتنی بودن و درک شدن وارد رابطه با ما می شوند. حقیقت آن است که بیشتر آنچه که در مورد آدم ها می خواهیم تحلیل کنیم به احتمال زیاد مربوط به بخش های پنهان، احساس ها، اضطراب ها و امیال خودمان است. پس ممکن است آنچه که حس می کنیم و یا می دانیم هیچ ربطی با آدم مقابل نداشته باشد. قرار است بدانیم در رابطه های صمیمانه برابری قدرت است، نه داناتر بودن و تحلیلگر بودن. رابطه های صمیمانه را قلب ها جلو می برند، نه افکار و ذهن. ما بخش هایی از خودمان را در مقابل دیگران پنهان می کنیم و دیگران همین حق را دارند. وقتی رابطه صمیمانه و عمیق جلو برود، صمیمیت کار خودش را انجام می دهد. آنچه که لازم است بیان می شود و آنچه که لازم نیست ممکن است پنهان بماند. آدم ها را تحت فشار و بازپرسی و تحلیل قرار ندهید که با شما صادق باشند. در عمیق شدن صمیمیت تلاش کنید. صداقت خود به خود شفافیت ایجاد می کند.